29 آبان ماه 1394 خورشیدی و 20 نوامبر 2015 میلادی. در صفحه آخر امشب میپردازیم به آیت الله مکارم شیرازی، پرده آخرم که در آخر برنامه. امروز 29 آبان بود، جام جهانی فوتسال زنان سوم آذر در گواتمالا شروع میشه. یعنی اگه تیم ملی فوتسال زنان ایران بتونه به جام جهانی فوتسال برسه باید راه بیفته، یا راه افتاده باشه، هنوز هیچ خبری نیست. گفتم هفته پیش که گواتمالا دو تا تیمو از آسیا دعوت کرده برای جام جهانی کوچک، یکی قهرمان آسیا یعنی ایران و یکی نایب قهرمان آسیا یعنی ژاپن. تیم فوتسال زنان ایران امسال تونست برای اولین بار در تاریخ ورزش ایران قهرمان آسیا بشه، دو ماه پیش. اما مسئولان ورزش مملکت گفتن نمیتونیم تیمو بفرستیم گواتمالا، چون اولا هزینه داره، ثانیاً باید از دو جا ویزا بگیریم و دیر شده با از این حرفا. هفته پیش با جزئیات این ماجرا رو گزارش کردم و گفتم که با نگرشی که در جمهوری اسلامی ایران فوتبالیستا رو لومپن میدونه که به هیچ دردی نمیخورن، که حسن عباسی عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار زیر نظر مستقیم مجتبی خامنه ای از این حرفا میزنه و هفته پیش پخش کردیم، و وقتی حکومت روحانی سالاری که آیت الله های حاکم مثل آیت الله مکارم شیرازی میگن ورود زنان به ورزشگاه ها خط قرمز نظامه، نفرستادن تیم افتخار آفرین فوتسال زنان ایران به جام جهانی دیگه بچم میدونه که اتفاقی نیست. آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه جامعه فوتبال نباید به حضور بانوان در ورزشگاه ها اصرار داشته باشد گفت حضور بانوان در ورزشگاه ها خط قرمز است. ناصر مکارم شیرازی 89 ساله، متولد شیراز، توی خانواده سنتی بازاری و متوسط، 14 سالشه، یعنی آخرین سال متوسط از نظر مالی عرض کردم، 14 سالشه، یعنی در آخرین سال سلطنت رضا شاه که به تشویق پدر میره مدرسه آقا بابا خان شیراز که بهش میگن مدرسه خان، که دروس مذهبی میده. 1319، 4 سال بعد میره قم، حوزه علمیه، پای درس آیت الله سید حسین بروجردی که روابط خصمانه‌ای با شاه و دربار نداشت، همه میدونن اینو، و البته مهمترین مرجع تقلید زمان خودش بود. ناصر مکارم 29 سالشه، سال 1334، جایزه بهترین کتاب سالو از دست شاه میگیره. روزنامه اطلاعات، سه شنبه 7 فروردین 1335، صفحه 14. جایزه بزرگ سلطنتی طبق معمول به بهترین تصنیفات سال تعلق گرفت و در این رشته آقای ناصر مکارم شیرازی مصنف کتاب فیلسوف نماها برنده شناخته شد. روز اول فروردین هنگامی که برندگان جایزه سلطنتی برای دریافت جوایز خود شرف یاب شدند، اعلی حضرت از آقای مکارم شیرازی سوال فرمودند که شما از کجا به این فکر افتادید؟ آقای مکارم شیرازی توضیح داد که از چندی به این طرف در حوزه علمیه قم عده‌ای از طلاب علوم به مطالعه در باب مکاتب فلسفی همت گماشته و به خصوص در اطراف مکتب ماتریالیسم که اساس مکتب کمونیسم میباشد به مطالعه و تحقیق پرداختند. خب اینم حاصل کار. همین دیشب گفتگویی داشتم تلفنی با آقای محمد رضا مکارم. ایشون فرمودن که فرزند ارشد آیت الله مکارم شیرازی هستن، گرچه ساکن شیرازن ایشون، ولی دیشب در قم بودن که صحبت میکردیم. از جمله چیزایی که ازشون پرسیدم، یکیش همین جایزه سلطنتی با آیت الله مکارم در نوروز 1335 بود. پاسخ خوب شما بشنوید. کتاب سال سوال من به کسی داشته و کتاب ایشون برنده میشه. حالا یه دوی دارن میان میگن که چرا ایشون برنده شد؟ آقا برنده شده، یک آدم جوان بوده و فوق العاده باهوش برنده شده. این که جرم نمیشه که. حالا یه نکته دیگه هم هست آخه، ایشون کسانی که ایراد میگیرن میگن که حضرت آیت الله مکارم که اون موقع البته هنوز مرجع نبودن، ایشون شرفیاب شدن. جهان پهلوان تختی هم جایزش از دست شاه گرفت. اولا ایشون با شهید مطهری و مراجع اون موقع مشورت کردن. بله، شاه بالاخره جایزه رو با دست خودش میداد.
این به این خاطر ایشون پذیرفتن که جوانهای دانشگاهی، ببینید دانشگاهی ها بالاخره اون موقع با حوزوی ها خوب نبودن، وقتی میبینن که یک حوزوی در سطح مملکت مطرح میشه بهتر هر شنری پیدا میکنن. خب اگر بالاخره جایزه داده شد به کسی، اون موقع سیستم مملکت این بود که بهترین نفر رو خب خود شاه بهش جایزه، و ایشون هم مشورت با مراجع کردن و اونا اجازه دادن، و شهید مطهری من میدونم که پدرم با ایشون مشورت کرد و ایشون گفت برو، ما باید به دانشگاه ها خودمون رو برسونیم که جوان ها رو جذب. من هیچ توضیحی درباره صحبت‌های آقای محمد رضا مکارم نمیدم دیگه، خودتون میدانید، میشنوید و برداشت میکنید دیگه. آیت الله مکارم چنان که خود ایشون میگوید، یعنی خود آیت الله مکارم، اجازه اجتهاد رو در 24 سالگی در حوزه نجف میگیره و بعد 31 سالشه که ماهنامه مکتب اسلام رو در قم زیر نظر آیت الله شریعت مداری و در واقع با بودجه ایشون منتشر میکنه. مکتب اسلام در واقع تنها ماهنامه بود که تو کتاب فروشی ها و کتاب خونه ها به راحتی پیدا می شد که ماهنامه حوزوی منظورم است، پروپیمون بود و اساساً به مسائل نظری فقه می پرداخت، اخلاق و اصول و این چیزا، یعنی کاری به سیاست نداشت خلاصه، مگر این اواخر دوره شاه که همه به سیاست کار داشتن. به هر حال مکتب اسلامی بعضی مقالهاش وارد میشد. به هر حال تو انقلاب 57 آیت الله مکارم شیرازی یکی از تحصیل کرده ها و اساتید حوزه است که به عنوان نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی روی متن پیشنویس قانون اساسی بحث میکنه. در کتاب درس تجربه که خاطرات ابوالحسن بنی صدر است، صفحه 146 حمید احمدی سوال میکنه آقای مکارم شیرازی در آن زمان، یعنی 14 آبان 57 بنا به نوشته روزنامه اطلاعات 14 آبان 57 در مصاحبه میگوید تا آنجا که من اطلاع دارم هیچ رهبر مذهبی انتظار ندارد که رهبری مملکت را بر عهده گیرد، رهبران مذهبی میخواهند از جنبه‌های مذهبی بر امور نظارت داشته باشند. بعد از آقای بنی صدر میپرسد آیا در آن زمان آقای مکارم چنان بیان و خط فکری واقعا از اعتقادشان بود؟ بنی صدر: آقای مکارم شیرازی به احتمال زیاد از اعتقادش بود، برای اینکه در مجلس خبرگان آن روزی که داشتن رأی میدادن او سخت مخالفت کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است. آیت الله مکارم شیرازی بعد از انتشار این کتاب درس تجربه صحبت های بنی صدر رو تکذیب میکنه و میگه دروغ محض، صورت جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی منتشر شده، بریم ببینیم هم چیزی من نگفتم توش نیست. بعد روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت که زیر نظر بنی صدر در پاریس منتشر میشه نوشت که متن سانسور شده مشروع مذاکرات مجلس خبرگان در سال 64 منتشر شده، و اشاره مکارم به همین کتاب سانسور شده است. نمونه هایم از سانسور ناشیانه اون بحث ها در کتاب آورده، از جمله این است که براتون اینن میخونم، جلد دوم صفحات 1113 و 1114، مکارم شیرازی در مقدمه این صورت جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی، مکارم شیرازی در مقدمه کوتاهی توضیح میدهد در آغاز نمایندگان هم همه میکنند، یعنی ولی ننوشته که چه چیزی باعث هم همه نمایندگان میشه. نایب رئیس تو پرانتز بهشتی: از دوستان خواهش میکنم نظم جلسه را رعایت کنند. هم همه نمایندگان، اینا تو صورت جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی است، ولی باز صحبت های مکارم نیست، فقط هم همه نمایندگان و اعتراض نمایندگان. روزنامه انقلاب اسلامی نوشته اگر مکارم شیرازی در آغاز سخنی نگفته بود که موجب هیاهو شود، چرا نمایندگان هم همه کردند؟ اینک بر مکارم شیرازی است بگوید در آغاز کدام جمله را اظهار کرده است که موجب همهمه نمایندگان شده و این همهمه مدتی ادامه یافته است. ادامه صورت جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی: نایب رئیس بار دیگر خواهش میکنم نظم جلسه را رعایت کنید. آقای مکارم ادامه بدهید. ادامه صحبت مکارم که در کتاب سانسور شده تا هست، این تیکه ای که میخونم، مکارم میگه تو همون سخنرانی در مجلس خبرگان قانون اساسی: من این اصل را، یعنی اصل ولایت فقیه رو، یک اصل سرنوشت ساز میدانم. من فکر میکنم اگر این اصل به همین صورت تصویب شود آینده قانون اساسی در خطر است، آینده انقلاب و آینده خون شهیدان در خطر است، و چیزی نمیگذارد که فاتحه بقیه اصول مفید و سازنده این قانون نیز خوانده خواهد شد. این ماده از قانون میگوید همه سرنخ‌ها به دست ماست،
این بهترین دستاویز برای دشمن است. آنها با همین سند خواهند گفت عده‌ای از علمای دینی در مجلس خبرگان نشستند و یک قانون اساسی که پایه‌های حکومت خودشان را تثبیت می‌کرد نوشتند و رفتند. شما را به خدا قسم این کار را نکنید. امروز ممکن است مردم چیزی نگویند، اما فردا این قانون را کنار خواهند گذاشت. به خدا این به صلاح اسلام نیست، به صلاح انقلاب نیست. ما حاکمیت ملت را در اصول گذشته تصویب کردیم. کاری نکنیم که حاکمیت مردم یک شیر بیال و دم و سر و اشکم شود. بنی صدر در انقلاب اسلامی نوشته اما تکذیب امروز مکارم شیرازی که اینا را تکذیب کرده تصدیق چند امر است. یک، نه در 14 آبان 57 که براتون خوندم از روزنامه اطلاعات و نه در مجلس خبرگان قانون اساسی، مکارم شیرازی از روی عقیده سخن نگفته است، چون کسی نبوده است که بیگدار به آب بزند. در مقام واکنش نسبت به افکار عمومی آن روز اظهار نظر کرده است. امروز افکار عمومی به کار نمی آیند. مردم صحنه سیاست را ترک گفتند و او گفتار و کردار خود را در رابطه با قدرت حاکم تنظیم کرده و طرفدار ولایت مطلقه فقیه شده است. من همین نکته را از آقای محمد رضا مکارم شیرازی پرسیدم. ایشون کلن اون موقع نظرشون این بود که تمرکز در یک نفر نشه، یعنی قوای به صدا مقننه و مجریه و قضاییه همه در یک نفر متمرکز نشه و حتی حضرت امام هم مخالف این موضوع نبودند. و من حتی یادم پدرم یک دفعه به من گفتش که امام خمینی صحبت‌های مجلس و مجلس خبرگان از تلویزیون گوش میکردن و یک روزی که من باهاشون ملاقات داشتم به من آفرین گفتن، یعنی به همین لحن. اون مسئلهشون بود و الان نه این که ایشون فکر بکنید که مخالف ولایت فقیه بودن به هیچ عنوان. الان نظر حضرت آیت الله مکارم چیست در پیوند با همین نکته که شما فرمودید که تمرکز قدرت در دست فقط یک نفر نباشد به نام حالا ولی فقیه یا هر نام دیگری؟ آیا همون نظر رو دارن که چندان با عمل امروزشون همخوانی نداره یا نظرشون تغییر کرد؟ حقیقت اینو نمیدونم و شاید به خودم هم این جسارت رو ندم که از ایشون سوال بکنم. ممکنه شما برید سوال بکنید ایشون جواب بدن یا کسی دیگه، ولی بالاخره فکر کنم قابل درکه که من هر مسئله رو خوب نمیتونم به عنوان پدرم از ایشون بپرسم، ولی واقعا نمیدونم. خب دو موضوع کلی. آیت الله مکارم شیرازی رو خیلی وقتا در مرکز اخبار دیده ایم در دو موضوع کلی عرض کردم، یکی ماجرای سلطان شکر در ایران و یکی دیگه هم احکامی که صادر میکنه درباره زندگی مردم، فرهنگ و هنر و زندگی خصوصی مردم و اجتماع و اینها. آنچه سالها نوشته و گفته شده و احتمالاً هم شنیدین این است که یه تعداد از کارخونه های تولید شکر در ایران به افرادی از سوی رأس حکومت به افرادی از خانواده آیت الله مکارم شیرازی واگذار شده از همون اوائل انقلاب. حالا توضیح خواهم داد. احمدی نژاد که میاد سر کار سال 85 دولت عدالت محور اعلام میکند که دیگه سوبسید نمیدیم به تولید کننده های شکر داخلی تا به نفع بازار رقابتی باشه. یعنی چی؟ ببینین آیت الله مکارم، پسرش محمد علی مکارم که در تهران و تاجره و دامادش جواد مدلل شکر رو ارزون وارد می‌کردن و دولت تا قبل از اینکه احمدی نژاد بیاد سر کار به تولید کننده های داخلی ما به تفاوت رو می‌پرداخت که ضرر نکنن، چون تولید داخلی گرونتر تموم می‌شد که این در واقع میزون بشه، سر به سر بشه، بالانس بشه، هرچی قیمت تولید داخلی با تولید با شکر وارداتی. مکارم و مصباح اینطوری که گفته می‌شود به دولت احمدی نژاد فشار میارن که سوبسید و به شکر داخلی قطع بکنه. یعنی چی؟ یعنی شکر داخلی دیگه فروش نره، چون خیلی قیمتش خیلی گرونتر از شکر وارداتی و اونایی که شکر وارد میکنن بتونن بفروشن شکر. دولت هم اعلام میکنه قطع. نتیجه چی میشه؟ شکستن تولید داخلی، اخراج کارگرها از مراکز تولیدی مربوطه. فقط 35,000 کارگر مجتمع کشت و صنعت چغندر قند دزفول که بزرگترین مجتمع تولید شکر تو خاورمیانه است در هفته دوم اردیبهشت 85 همون سال اخراج میشه. تمام. بعد
دیماه، آخرین روز دیماه در واقع 1386، دفتر مکارم شیرازی میاد جواب میده به نامه جمعی از مقلدانشان در استان آذربایجان شرقی در مورد شایعه مسئله مافیای شکر و اینها، و ایشون می نویسن که در مورد این شایعات بارها و بارها این قضیه را تکذیب کرده ایم، بقیه را به خدا سپرده ایم، اگر پاسخی دارم در پیشگاه عدل الهی مطرح کنم. کمتر از 4 ماه بعدش، اردیبهشت 87، عباس پالیزدار دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه میره تو دانشگاه بوعلی سینای همدان درباره موضوع سلطان شکر هم صحبت میکنه، افشاگری‌های بی‌سابقه میکنه، از جمله درباره مسئله سلطان شکر که ازش میپرسن و او توضیح میده. خودتون بشنوید. سوال کردن در مورد پرونده سلطان شکر توضیح ده. سلطان شکر آخرش نمیشینه، ولی معاملتش با این مدلل هستش که داماد یکی از این علمای اعلام هست، هر سال زورتون که و پایین دستر از اون آقای مهندرزان یوسفی هستش که در زندانه و الان هم ببینید چه قدر خورده که اینا حاضرن پرونده رو با 700 میلیارد پول مثال دولت بیان بیرون از اون پرونده. و میخوام بگم که مثلا یکی از کارخونه‌های قندی که با کرج بود، اون علمی که اینا خریده رو به آمدن کارخونه رو 10% زمین با آسیب قابلگرز نمیشه، چه برسه با این همه امکاناتی که تو کارخونه وجود داشت و ارزش و سوله و ماشینات و مواد بدیهش و خیلی از این. بله، آقای پالیزدار رو قبلا هم صحبت کردیم که یه ما بعد گرفتن انداختن زندان به اتهام به هم زدن امنیت ملی و اینها، 10 سال زندان برای ایشون بریدن. باری از آقای محمد رضا مکارم پرسیدم که در پاسخ به صحبت آقای پالیزدار جوابتون چیه؟ ببینید، من یکی از برادرام تاجر هست، یعنی تجارت میکنه، تجارتش هم مطلق به دولت وابستگی نداره. یه روز مثلا فرض کنید تابستون هست، فصل گرماست، تخم مرغ زیاد میشه، اینا تخم مرغ صادر میکنن، حتی با چند نفر مثلا شراکت. کدوم برادرتون؟ اون که تهران هست، یعنی اسمشون منظور محمد علی. این برادرم مسعود توی حوزه و اینا هست، من تو کار صنعتم، اون یکی برادرم هم تو کار تجارت هست. خب اینا گاهی هم مثلا فرض کنید برای واردات شکر اقدام میکردن، منتها به این صورت. ببینید کارخونه های شکر ما بیشتر از 10% چقدر برای کار کردن کاملشون گیرشون نمیاد، چون سیاست های بود قبلا، زمین های کشت بزرگ از بین بردم یا هندونه و خربوزه و این چیزا اتخاذ برای اونا گذاشتم و چغندرکاری کم شد. اینها می رفتند و شکر خام وارد می کردن، یعنی اون 90% ظرفیت کارخونه ها رو چند تا تاجر می شدن با هم و خب ایشون اقدامات تکنیکیش انجام می داد، می آوردن و چند دفعه من یادم ضرر فاحش کردم، حتی سودهایی هم بردن مجموعاً، ولی ضرر فاحشی داشتن که حتی به من میگفتن ما در ازای شکر خام پول به ما نمیدن، شکر فراوری شده میدن. و حتی به من پیشنهاد میداد، میگفت اگر تو شیراز شما مشتری داری پیدا بکن برای این شکرهای ما. حالا این مسئله شکر یه بخش عمدهش اینطوریه که توی اینترنت می‌نویسن راجع به برادر من کلامش تلخ ولی کامش شیرین است میگن مردم. یا مثلا یه مدتی عنوان کرده بودن که مثلا دامادهای آیت الله مکارم، اولا آیت الله مکارم یه داماد بیشتر نداره، اصلا داماد ایشون آقای حسن مشکات در اصفهان هست، یک داماد ایشون دارن و تو کار قرآنی هستن، معلم قرآن هستن، حتی نه به صورت حوزه‌ای به صورت آکادمیک. یعنی مدلل هیچ ارتباطی، چون مدلل از شخص حقیقی است، آیا هیچ ارتباطی با آیت الله مکارم نداره؟ من مدلل نمیشم. ببین من مدلل اصلا نمیشناسم. پس ارتباطی که داده شده بود به عنوان نمیدونم واگذاری یک تعداد از کارخونه های قند و شکر و نمیدونم زمین ها مجتمع کشت و صنعت چغندر قند دزفول و اینها به از آیت الله مکارم، از کجا آمد اینا؟ ببینید
یک مسائلی شاید بوده ولی من خیلی اطلاعی ندارم. خب بالاخره حرف زیاد میگن دیگه، حالا من اونجاها رو خیلی اطلاعی ندارم. بالاخره شاید اینها هم مثلا فرض کنید تو واردات مثلا بعضی مواد اولیه بالاخره ببینید حوزه خرج داره، حوزه یه بخشیش از پولای مردمیه یه بخشیش سرمایه گذاری هست. حالا شاید حوزه مثلا فرض کنید بره یه کارخونه نساجی رو بخره، حالا این شاید خیلی ایرادی نداشته باشه، ولی اونها رو من به حضرت چون نیستم تو تشکیلات اینا از چیزای مالیشون حقیقتا من خبری ندارم. خب درباره حذف سوبسید شکر به تولید کننده های داخلی با نظر آیت الله مکارم و آیت الله مصباح که رسانه های خود ایران هم نوشتن اینو انصافا در دوره احمدی نژاد اتفاق افتاد، اون چی؟ بالاخره میگن مردم، حالا من بیام بگم نبوده، کسی باور میکنه به نظرتون؟ هیچ کس باور نمیکنه. خب حالا یعنی شما میفرمایید نبوده؟ من اون موقع مسئله به نام شکر در مورد ایشون اصلا وجود نداشته، اطلاع هم نیستم، یعنی اینطور نیست که حالا چون دور هستم هیچ اطلاعی ندارم. اصلا چیزی راجع به شکر و حضرت آیت الله در زمان آقای احمدی نژاد اصلا وجود نداشته. من آقای مصباح هیچ خبر ندارم، شاید ایشون بوده شاید نبوده، من اصلا از زندگی هم. آقای مکارم با توجه به برحال هزینه خیلی زیادی که دارن از آیت الله مکارم، یعنی نه فقط به خاطر بیتشون، به خاطر هم مدرسه‌ای که اداره شهریه طلاب از همه مهمتر و هم تلویزیون ها، تلویزیون ولایت و بقیه شبکه هایی که زیر دستشونه و اینها، درآمدشون فقط میفرمایید که از وجوهات مردمی هست فقط. اصلا ببینید چیزی به نام سرمایه گذاری که مثلا فرض کنید کارخونه باشه یا وارداتی باشه یا صادراتی باشه، بالاخره من ببینید من تو صنعتم، اگر اینها کار صنعتی بکنن من میفهمم، یعنی تا اونجایی که من دیدم مردم پولای خوب میدن بابت این وجوهات. شما که توی صنعتی آقای مکارم، چگونه این همه سر صدا شد درباره جواد مدلل؟ چجوری نمیشناسین؟ ببینید شاید برادرای من مدلل من نمیشناسم، ولی داماد البته میدونید تو ایران راه خیلی دایرش وسیع میشه. مثلا فرض کنید خواهر ایشونم اگر یه دامادی داشته باشم میگن داماد آیت الله. ببینید من مثلا ببین من الان میگم داماد ما، ایشون شوهر خواهر منه، داماد پدر من هست، دامادی که من نیست که، من هم میگم داماد من. شاید من باور کنید آدم نمیدونم یک دایره وسیعی رو در نظر گرفته باشن، مثلا فرض کنید داماد یکی از برادرها، داماد یکی از خواهرها، چون داماد گاهی لفظش خیلی وسیع میشه، ولی به این صورت که شوهر خواهر بنده من حتی اقل نمیشنم. آقای محمد رضا یوسفی رو هم هیچ وقت نشنیدین اسمش؟ من نمیشنم، نه نه. خب حالا درباره محمد رضا یوسفی که اول تشکر بکنم از آقای محمد رضا مکارم به خاطر اینکه وقتشون رو دادن و در این گفتگوی تلفنی حضور داشتن. درباره محمد رضا یوسفی که پالیزدار هم اشاره کرد به عنوان فرد سوم مافیای شکر براتون میگم. اجازه بدین اول درباره این ماجرای مدلل و داماد بودن یا نبودنش عرض بکنم. فرمایش آقای محمد رضا مکارم میتونه درست باشه و میگم میتونه درست باشه چون خیلی خلاف اون صحبت هم هست، ولی میشود قطعا پذیرفت آنچه که آقای محمد رضا مکارم درباره ایشون میگن که میگن که فردی رو به اسم، یعنی شرعن دروغ ممکنه نگن، نمیگن حتما شرعن، دیدیم دیگه چجوری متشرعان درباره دروغ و راست صحبت میکنن. ایشون فرمودن که فردی رو به اسم جواد مدلل به عنوان شوهر خواهرشون نمیشناسن. خب
جواد مدلل تاجر برخوردار از رانت 650 میلیون یورو با دستور مستقیم نعمت‌زاده در دولت روحانی اداره کننده کارخانه های متعدد صنایع روغنی و کشاورزی است. از جمله کارخانه قند و شکر دزفول و پیرانشهر، کارخانه های روغن نباتی نازگل و آب معدنی کوهرنگ. دختر مکارم، همسر جواد مدلل، از یکی از همسران آیت الله مکارم، از زن اولش. مکارم با زن اولش در صفایه قم زندگی میکنن و زن دوم مکارم شیرازی تو شهرک سالاریه قم زندگی میکنن. خانواده مدلل از روشن شد، امیدوارم روشن شده باشه دیگه، که به هر حال اینا خواهر برادرای ناتنین و این دامادها همینجور که آقای محمدرضا مکارم هم فرمودن میتونن در گستره وسیع‌تر یعنی ناتنی باشن و خب ممکنه روابط خوبی هم با هم نداشته باشن و زیاد هم با هم رفت و آمدی نداشته باشن. خانواده مدلل از جمله مسعود مدلل برادر جواد در لیست ثروتمندترین مافیای قدرت و ثروت هستند، از جمله مافیای خوراک دام، کارخانه قند و شکر دزفول و همه تأسیسات و امکانات مربوط به واردات و انحصار شکر. خود آیت الله مکارم است و بقیه که اسمشان می آید همه کارگزار اویند. من اینایی که براتون خوندم به ذرس قاطع عرض می کنم که منبع بسیار موثق و بسیار محترمی است که ایشون و نزدیک به خانواده ایشون که اینهایی که خدمتون عرض کردم در پی صحبت‌های آقای محمدرضا مکارم و باز خواهم گفت. درباره محمدرضا یوسفی، فرد سوم مافیای شکر، حتی اگر فقط حرف آقای عباس پالیزدار ملاک باشه، فرد اول می شود خود آیت الله مکارم شیرازی و پسرش محمد علی، فرد دوم جواد مدلل است و فرد سوم محمدرضا یوسفی. با فرد اول و دوم که هیچ وقت کسی کاری نداشته، هیچ. با آقای جواد مدلل دولت روحانی میاد 650 میلیون یورو اعتبار میده، که البته بعدن چون خیلی سر و صدا شد گفتن اون پول برگشته و اینها، در حالی که خود مدلل یکی از بدهکاران بزرگ بانکی است، اسمش در اون لیستی که منتشر شد هست. فرد سوم یوسفی، 25 دی 91 خبرگزاری فارس، فردی که روزنامه ها چند سال پیش لقب سلطان شکر ایران به او داده بودند درگذشت. آقای میمیه، یعنی همون یوسفی، محمد رضا یوسفی، که آگهی ترحیم آن در روزنامه ها از طرف یکی از کارخانه های تحت اختیارش چاپ شده است، یعنی قند و شکر دزفول، همان سلطان شکر است. حالا غیر از این که این آدرس عوضی دادن هم هست که سلطان شکر اصلی معلوم نشه، همین خبرم هم خیلی ها گفتن دروغه. سلطان شکر، برای مثال، سلطان شکر شخصی است به نام محمدرضا یوسفی که در زمان ریاست شاهرودی در رأس قوای قضاییه دستگیر شد و مدتی هم در زندان بود و طبق اخبار موثق با پرداخت 350 میلیون تومان رشوه به مافیای قوای قضاییه آزاد شد. پس از مدتی که آزادی به زیر سوال رفت، اعلام شد که وی فوت کرده است. وقتی تردیدها بالا میگیره، خبرگزاری سپاه میاد دوباره مینویسه، خبرگزاری فارس، تأیید مرگ سلطان شکر. پیگیری های خبرنگار فارس از بهشت زهرا حاکی است که در روز 23 دی فردی با مشخصات میمیه فوت کرده و به بهشت زهرا منتقل شده، ولی در این مکان، یعنی بهشت زهرا، دفن نشده است. اینم نتیجه بررسی هاست. این رشوه دادن و فرار آدمی که میگن مرده، یه مقدار خبرش جدیتر میشه. سال 87 بود که الیاس نادران نماینده مجلس درباره عدم بازگشت از مرخصی یک محکوم که سلطان شکر نامیده میشود تذکر میدهد و میگوید که سلطان شکر از تاریخ 25 اسفند ماه سال گذشته به مرخصی رفته و تاکنون مراجعه نکرده است. او نسبت به خرید کارخانه های شکر، مسائل مربوط به کارخانه های قند دزفول، واردات شکر خام، پرداخت گمرکی و نحوه ترخیص واردات مواد اولیه و دیگر امور اقدام کرده بود. با رانت کی که همه میدونین دیگه. و ببینین، اخبار دیگری هست درباره همین سلطان شکر که من فقط میرسم به آخرش، که محمد همتیار، قاضی رسیدگی کننده به پرونده وی، عنوان کرده که برای این متهم قرار منع تعقیب صادر می شود. به گفته همتیار، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب ماده 6 تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود مگر فوت متهم یا محکوم الیه در مجازات های شخصی. ببینین، حقیقت این است که محمدرضا یوسفی یک سال میره زندان، به دستور مستقیم آیت الله خامنه ای آزاد میشه. یوسفی
عضو خانوادگی و فامیل مکارمم نیست، کارگزار اوست، مثل سردار محسن خوشرو که اخیراً درگذشت. محسن خوشرو تو سپاه بود، بعد میشه کارگزار آیت الله مکارم در بوجسازی و پاساژسازی، مخصوصا تو تهران. زمینای منطقه یک تهران رو که همین سردار محسن خوشرو با صادق محصولی وزیر دولت احمدی نژاد گرفتن و بوجسازی توش کردن، از جمله این کارا بود که خود خوشرو یکی از خونه‌های همون برج بوجسازی‌های توی منطقه یک تهران رفت توش نشست. همه اینا مستقیما مال آیت الله مکارم شیرازی است. من نمیدونم اینا رو بهش میگیم حالا سرمایه گذاری شخصی یا بیت آیت الله یا نیازهای حوزه علمیه. از افراد دیگه خانواده بزرگ مکارم، یکی از برادرزاده‌هاش به اسم حمید مکارم که در دفتر وزارت خارجه قم و در اتاق بازرگانی قم شاغل مسئولیت داره، مسعود مکارمه که آقای محمد رضا مکارم فرمودن تو صحبت تلفنی که باشون داشتم که برادر ایشون و پسر دیگه آیت الله مکارمه که رئیس دفتر آیت الله هم هست در قم، و بله ایشون هم عکس مسعود مکارم بود هستند ببخشید هستند روحانیونی آخوندهای منبریایی که با میخوام بیشتر درباره این فرصت که باقی مانده است درباره احکام و فتواهای آیت الله مکارم بگم یه مقدار، هستن آخوندهایی که با احکام و فتواهای آیت الله مکارم مخالفت میکنن، اینا به ویژه بسا به دلیل شناخت نسبیشون از جوانا و جامعه. درسته که آیت الله مکارم آدم گنده است و بسیار بانفوذ در حکومت، ولی چون این افرادی هم که مخالفت میکنن اگر به ولی فقیه نزدیک نباشن مثل نکونام میافتن زندان، آیت الله نکونام، که اگر فرصتی بشه بعدها درباره ایشون هم صحبت خواهیم کرد، برنامه‌ای خواهیم داشت. اگر به ولی فقیه نزدیک باشن و خیلی خوب اظهار ارادت بکنن، خب کسی کاری به کارشون نداره، چون محور خامنه‌ای است، کاری نداره. امروز مکارم، فردا کسی دیگه ممکنه باشه. آیت الله مکارم شیرازی میاد، یه که بخونم براتون و بعد مخالفت رو بگم. با اشاره به اینکه استفاده از فضای مجازی در کنار فواید آن مشکلاتی را برای جامعه ایجاد کرده است، یعنی اینترنت، خاطر نشان کرد پشت سر و پشت پرده ایجاد مشکلات برای کشور و دین از طریق فضای مجازی دست دشمنان خارجی است و ما باید نسبت به این قضیه هوشیار باشیم. این مرجع تقلید یادآور شد، اخیراً به ما اطلاع دادند که کسانی که با تلفن‌های همراه جدید به اینترنت متصل می‌شوند، تمام اطلاعات موجود در تلفن‌های همراهشان می‌تواند به فاصله چند دقیقه در اختیار شبکه‌های خارجی و دشمنان قرار گیرد. یعنی تمام اطلاعات یک فرد برای مثال می‌تواند بعد از 2 دقیقه روی میز نتانیاهو باشد. رو گفتم آقا تو الان 20 میلیون بیسیم وایبر وصله به تلاویبه، بیشیم بینی تو مقاصد منشأ رحمت الهی بشی، تو دماغ خودت نمیتونی پاک کنی. ها خدا وکیلی، آقا به جان خودم مقصر شیخاین، بعضی شیخا. خب چرا با حجت الاسلام عزتخواه کاری ندارم؟ سخنرانی حجت الاسلام استاد عزتخواه در دانشگاه فردوسی مشهد 26 اردیبهشت 93. دانشجویان عزتخواه در پایان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره وظایف دانشجویان بیان کرد، دانشجویان در جامعه امروزی وظیفه خطیری بر عهده دارند، چرا که باید حافظ خون پاک هزاران شهید انقلاب باشند. دانشجویان باید با پیروی از مقام عظمای ولایت به نقش خود در پیشبرد اهداف و چشمانداز علمی کشور جامعه عمل بپوشانند. بگذاریم، احکام و فتواهای آیت الله مکارم درباره زندگی خصوصی و اجتماعی افراد انقدر شداد و قلازه که هرچی هم وزارت ارشاد خفت فرهنگ و هنر جامعه و زندگی و رفتار مردم رو بیشتر میگیره و میکوبه، بازم ظاهرا فایده ای نداره. همین اواخر علی جنتی وزیر ارشاد رفت قم با آیت الله مکارم دیدار نکرد. وزیر ارشاد گفت، وزارت ارشاد سخنگوش اینها اومدن گفتن که آیت الله کسالت داشتن که ایشون آیا علی جنتی نرفتن ببیننشون. مسعود مکارم رئیس دفتر آیت الله و پسر ایشون این حرفو تکذیب میکنه و میگه اولا تقاضای دیدار با آیت الله مکارم از طرف وزیر ارشاد نشد و اگرم میشد ایشون قبول نمیکردن چون مخالف کارهای وزارت ارشادن. بیشترین انتقاداتی که حالا آیت الله مکارم داره نسبت به وضع فرهنگ کشور چی هستش؟ کتابهای خاصی که تو بازار هست، مشکلاتی که راجع به بعضی از کتابهایی که اجازه چاپ گرفتن و همچنین مورد تکانی زنها، اینها رو یه مقدار مشکلاتی هست. بله، یه چند تا احکام و فتواهای آیت الله مکارم.
گوش دادن به آواز زن نامحرم برای مرد در صورتی که اشعار مذهبی بخواند و موجب مفسده هم نباشد چه حکمی دارد؟ استفتا شده. جواب: اشکال دارد. ببینین اینجا آیت الله مکارم میگه حتی اگر شعر مذهبی هم بخونه زن حرومه. چرا؟ چون اصلا نباید زن حضور اجتماعی داشته باشه. میگه شعر مذهبی هم بخونه حرومه، رقص مقص هم نداشته باشه، فقط صداش، همه چیز از همین ناشی میشه. به همین دلیله که وقتی درباره رقص ازش میپرسن، حضرت آیت الله مکارم تنها رقص زن برای شوهرش جایز است و بقیه اشکال دارد. گاه باورش نمیشه آدم. جدا از این که اصلا چرا باید درباره همه چیزا نظر بدن، رسانه ها بنویسن رقص زن برای شوهرش تو خونه، اینا موضوع مهم اجتماعی میشه، بعد دعوا میشه، بعد وزارت ارشاد و اینا دعوا میکنن. ولی دونستن این چیزا چشم جامعه رو به ریشه قوانینی که امروز در جمهوری اسلامی حاکم است باز میکنه و دلیل این ماجراهایی که در عرصه زندگی خصوصی اجتماعی مردم میبینیم روشن میشه. وقتی میخواست احمدی نژاد وزیر زن بیاره تو کابینش، مکارم بود که مخالفت کرد، ولی خب فتوا نداد در این باره و اجرا نشد. احمدی نژاد هم رفت نظر مراجع تقلید آیات اعظام قوم رو جلب کرد چند تاشون رو و وزیر زن هم آورد. مکارم میگه که در لااقل موقت آورد. مکارم میگه در نظام ارزشی غرب اگر چند زن وزیر نباشد مشکل دارند، اما آیا ما هم باید دنبال رو آنان باشیم و آیا انتخاب وزیر زن مشکلی از جامعه زنان حل می کند؟ دنبال روی از نظام ارزشی غرب ما را بیچاره می کند. مکارم از مراجع تقلیدی است که میگه دانشگاه باید زنون مردونه باشه. میگه ما باید این کار را هم برای دین خود و هم برای پیشرفت علمی بیشتر جوانانمان عملی کنیم، اما متاسفانه برخی مسئولین از بالا دستور دادن نباید چون این کاری را انجام دهید. شنیدن این گونه مسائل انسان را ناامید میکند. ببینین اینجوریه که میاد پلیس، یعنی در یک چنین فضایی است که ماموران اجرا پلیس با افتخار میاد آمار میده که فقط تو یه هفته 20,000 خودرو توقیف شده به دلیل حجاب. در صورت مشاهده رانندگانی که تخطی میکنند، هنجارها را رعایت نمیکنند یا کشف حجاب دارند در ماشین، شماره آنها ارسال میشه، پلیس امنیت آنها را احضار میکنه و کمترینش این هستش که لااقل اونها ممنوع الخدمات میشوند تا وضعیتشون حل شود. سردار منتظر المهدی میگه در یک هفته گذشته حدود 10,000 مورد از این دست راننده ها تذکر گرفتن و 20,000 خودرو هم توقیف شدن. این البته نفهمیدم اینجا خدمات چیه، کیا ممنوع الخدمات میشه، اینا یعنی چی؟ حذف و سانسور به امر آخوند، این خیلی رایج تو آخوندهای حکومتی. وقتی میخوان سانسور رو توجیه بکنن، مثلا درباره کتاب میگن کتاب و هر تولید فرهنگی هنری خیلی شنیدین، میگن مثل قضا میمونه، میتونه فاسد بشه، باید ریختش دور. رئیس حوزه‌های علمی هم هفته پیش گفت کتابایی که به درد نمیخوره رو باید سوزوند، کاری که فقط هیتلر کرد. یک استدلال کاملا بی ربط میارن این رابطه قضا و کتاب و ولی مغز دعوا اینجاست. ارزش انسان رو دونستن یا فقط ارزش آخوند حکومتی رو؟ و بقیه که ارزششون فقط با دنبال روی از آخوند حکومتی اندازه گیری میشه. این که بعضی از مسئولین محترم گفته بودن که آقا با زور چیز شلاق نمیتوان افراد را به بهشت فرستاد، ما هم میگیم نمیشه به فرشت، ما هم نمیگیم به زور شلاق به بهشت بفرستی، ولی ما میگیم با دست خود اون درهای جهنم هم به روی مردم راز نکنی. ممیزی در کتاب لازم نیست، مردم خودشون ممیزی میکنن. خب بس چرا این بهداشت و درمان میره ای هتل ها و مراکز تغذیه رو بررسی میکنه غذای ناسالم نباشه؟ مردم به حال خودشون بذارید، غذای ناسالم میشناسن نمیخورن، غذای سالم میشناسن میخورن. چرا؟ خب اینم غذای ناسالم این کتاب. این جمله من خدمتتون عرض کنم،
این رسانه های خارجی، این ماهواره ها در خوشبین ترین حالات 10% سالمی، نه 20%، 30% سالم، ولی خب 70% ناسالم. ما اگر بگیم تمام قید و بند ها رو بردارید و تمام این ها به روی همه جامعه باز باشه، خب این در جهنم همینه دیگه، باز کردن درهای جهنم دیگه. باید مراقبت داشت، در قضا مراقبت میکنیم، در رانندگی مراقبت میکنیم. ما مسلمانیم، گناهان کبیره، گناهان صغیره، مسائل اخلاقی، مسائل انسانی، برای ما این مسائل مطرحه. بنابراین لازم است این تذکرها داده بشه. این برادران عزیز مراقب صحبت ها باشن. خب ببینید این آمارهایی که 10%، ببینید این آمارها، ما خدای آماریم واقعا. در ایران آمارها از حکومتی که مسلمان است و مسائل انسانی و اخلاقی براش اصله، ما دیگه گفتن نداره. آمار فقر، فحشا، اعتیاد، آمارهای واقعی، نه این آمارهایی که گفته میشه. حکومت امام زمان به قول خودشون داره به کجا میبره اخلاق جامعه رو، همه میدونیم. و همه این توصیه ها و احکام و توپ و تشرام همه میدونیم که با پشت گرمی رهبر. کافیه رهبر یه چیزی بگه، آیت الله مکارم که یه موقع مخالف تمرکز قدرت در دست ولی فقیه بود، شروع نکنه به تبلیغ و ترویج اون سخن طلایی ولی فقیه. هر چی رهبر بگه، مکارم به جای حفظ شأن مرجعیت و حوزه میشه مبلغ حرفای رهبر که هیچ پر و پای علمی هم نداره. یکیش خامنه ای آمد گفت جمعیت ایران باید بشه 200 میلیون. همه کارشناسا و دانشمندان این علم هم اومدن و جامعه شناسا اومدن و اقتصاد شناسا اومدن گفتن آقا اصلا چنین چیزی ناممکنه و بشه که بدبخت میشیم اگر اینجوری بشه. سومالیه مکارم میاد زود تبلیغ میکنه. حالا یکی از مشکلاتی که کشور ما الان با اون داره روبرو میشه، کاهش جمعیت کشوره. ازدواج کاهش پیدا کردی، سن ازدواج بالا رفتی، علاقه به داشتن فرزندم کم شده. شعار غلط غربی فرزند کمتر زندگی بهتر تو اعماق دل جمعی نفوذ کرده. بله، بی توجه به این که درآمد اکثر جامعه ایران 80 میلیونی زیر 1 میلیون تومانه و خط فقر بالای 2 میلیون و نیم، کی کجا چجوری میتونه ازدواج بکنه، چجوری بچه دار بشه، چجوری خرج خانواده رو در بیاره؟ چی میگه آیت الله مکارم شیرازی به عنوان دانشمند بزرگ حوزه؟ چون رهبر گفته مکارم میگه، چون مکارم میگه رئیس دستگاه تبلیغاتی مکارم هم میگه. یادتونه دیگه آیت الله سید محمد حسینی قزوینی زاده 1331 قزوین، مدیر شبکه تلویزیونی ولایت و مشاور بین الملل آیت الله مکارم شیرازی و از استادان حوزه علمیه قم. از همین امشب تصمیم بگیرید از این خلاصه فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خودتون رو برهانید انشاءالله. به عشق حضرت زهرا، به عشق امیرالمومنین، به عشق این که شما بیایید حداقل 5 فرزند به نام خمسه طیبه یا عزیزان ایرانی ما 8 فرزند به نام نامی حضرت رضا سلام الله علیه یا 12 فرزند به نام 12 امام یا 14 تا به نام 14 معصوم. به حول قوه الهی از همین امشب دست به کار بشید و تصمیم بگیرید یک یا علی و یک یا زهرا خلاصه عملیات 5 فرزندی، 8 فرزندی، 12 یا 14 فرزندی رو انشاءالله کلیدش رو بزنید. و و دیگه بس، خواهش میکنم. این همون باباست که عدد 3 رقمی به بالا رو نمیتونه بشماره،
از 1000 تا 1100. از 1000 تا 1100. 1330. نه 1130. از 1000 تا 1100. 1000 تا 1100. 100. 1000 تا 1100. 100. 1111 سال وفات علامه. خب. من موندم پولای اینا رو کی میشوره براشون؟ واقعا نمیدونم آیت الله مکارم شیرازی از این آقا چه مشورتی در امور بین الملل میگیره. وظیفه این شبکه، شبکه ولایت و کلی دم و دستگاه دیگه آیت الله مکارم، مقابله با به قول خودشون وهابیونه. با وهابیون باش. حضرت آیت الله وحدت شیعه و سنی هم حرف میزنه، اما وحدتی که زیر هژمونی حکومت ایران باشه، یعنی اون انتظاری که مثلا از حماس داره جمهوری اسلامی. اکثریت قاطع همه شیعیان و اکثریت قاطع اهل سنت دست به دست هم بدن در مقابل دشمنانی مانند اسرائیل بیستن. به یقین اگر حکومت اسلامی در ایران پیدا نشده بود و اون بساط نبود، شاید اسرائیل الان قسمت عمده خاورمیانه رو گرفته بود. بله، آیت الله مکارم با همین نگاه حتی میاد میگه نگران استیشون که جمعیت سنی داره زیاد میشه. ببینید، مکارم شیرازی در جمع نیروهای سرکوب بسیج گفته است که اخیراً مهاجرت‌های مشکوکی از سیستان و بلوچستان به حاشیه شهر مشهد شده. عده زیادی از نقاط مختلف جمع شده‌اند که اگر گسترش پیدا کند تبدیل به یک خطر بزرگ می‌شود. بسیجیان در حاشیه شهر مشهد باید حضور داشته باشند. ما بسیجیان باید در همه جای جامعه حضوری پررنگ داشته باشیم. سنگرها را فتح کنیم و در برابر شعار غرب زدگان هرگز تسلیم نشویم. سنگرها رو در برابر کیا؟ در برابر سنی‌ها. خب اقلیت سنی ایران از جمله مولوی عبدالحمید اعتراض کردن به این حرفا که آخه اینه واقعا اخلاق و انسانیت که ازش صحبت میکنیم. حکومت شیعه باید به هر قیمت حفظ بشه بدون توجه به اینکه ترکیب جمعیتی ایران چگونه است. یا نمیدونم به مردمی که 65 ماه یک بار واقعا نمیدونم، یکی از دوستان نامه نوشته بود که 4 سال است که در موقعی که صحبت گرونی گوشت مرغ بود و اینا نامه نوشته بود که 4 سال است که ما اینجا رنگ گوشت تازه ندیده ایم، یک بار رنگ گوشت تازه رو نمیبینن. شما به اینا بگید که گوشت نخور، فقط داری چیکار میکنی؟ رهبر خوشحال میکنی، دولت محبوبش رو یادتون نیست؟ مگه در دولت محبوب رهبر، دولت احمدی‌نژاد، مرغ کمیاب چه وحشتناک گرون حضرت آیت الله مکارم آمدن صحبت کردن. ما میبینیم عده زیادی درباره مثلا قیمت مرغ دارن فریاد میکشن چرا اینطور شده. حالا آدم اگر مثلا نخوره چه میشود؟ من بدون اینکه تحریم به کسی کنم میگم تحریم نمی کنم. خودم تصمیم گرفتم نخورم، این چه میشه؟ آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان میره. اکثریت غریبه به اتفاق اطباء میگن مواد گوشتی غذای مناسبی برای انسان نیست. خب آیت الله مکارم نه نمیخوام تون فقط صحبت های ایشون رو پخش بکنم. آیت الله مکارم در یک جای حتی میگوید که خنده نباید کرد. بذاریم من اینو بذارم در یک برنامه از پرده های آخر پخش بکنیم. نظر آیت الله مکارم درباره خنده، جزئی ترین خصوصیت شخصی آدم ها. بله، تموم شد این قسمت. پرده آخر رو ببینیم. بابا دارین چی کار میکنین الان؟ برم آلبوم عکسای جوونی مو نگاه میکنیم بابا. این کیه؟ عمو جلالته. اون موقع همسنسان الان تو بابا.
اینجا کجاست؟ اینجا یه خارج شهر رفته بودیم پیکنیک. پیکنیک چیه؟ اون زمان ها وقتی که مردم حوصله‌تون سر میرفت یه زیلو یه چیزی برمی داشت، میرفتم پارکی، جنگلی، بیابونی، چیز کنار آبی اونجا تفریح میکردن. تفریح چیه؟ اوقات خوشی که در کنار هم هستیم میگن تفریح. و اوقات خوش چیه؟ اوقاتی که تو غم و اندوه و درد و چیزا نباشه. بابا مگه داریم؟ الان که نه، اون موقع داشتیم. بابا این چیه؟ چیه میله توش رد شده؟ این گوشته بابا، گوشت. گوشت چیه؟ به قسمتی از بدن گوسفندان و گاوها که میبریدن باش کباب درست میکردن، تو آب گوش میریختن، چه میدونم خوریش باش درست میکردن. اون موقع اینجوری بوده. عکسشو دیدم تو کتاب تاریخمون. شما گوشت خوردین؟ بله بابا، من گوشت خوردم. اونا چی هن؟ اونا چی هن؟ اینا میون بابا، میوه. اون پیاز، پیاز نه، یعنی چه بیدن موز و سیب و پرتقال و چه بیدن یه چیزایی مثل اینا. همشون مزه پیاز میدادن؟ آره؟ آره آره بابا، آره، مثل پیاز بود. مامان اینجا داره خمیازه میکشه دنی؟ نه بابا، داره از ته دل میخنده. خنده چیه؟ آدم ها اون زمان ها وقت میخواستن که شادی خودشون رو نشون بدن میخندیدن اینجوری مثل مامانت. تو از اصلا تو بخوای شادی تو نشون بدی چیکار میکنی بابا؟ آروق میزنم، آروق. شب روزگار خوش.